آخرین صحبت‌های همسر داریوش مهرجویی و لو دادن قاتل اون و همسرش. با ما همراه باشید. آخرین پست و صحبت‌های وحید محمدی فر همسر داریوش مهرجویی رو با هم ببینیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب سعید محمدی فر ساعتی قبل از مرگش در مورد تهدیدهایی که توسط فردی ناشناس شده صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که با پلیس هم صحبت کردم و در مورد تهدید به قتل توسط افراد ناشناس توی چند روز اخیر صحبت کردم، ولی خب پیگیری انجام نشده. اون در مورد هویت فردی که اون رو تهدید کرده هم صحبت‌های انجام داد و گفتش که اون افغان و غیر ایرانی بوده و با لهجه غیر ایرانیش من و همسرم رو تهدید کرد و با کلمات زشت و زننده به ما توهین کردش. وحید محمدی فر ساعتی قبل از مرگش توی پست اینستاگرامی توی پیجش که به صورت پرایویت هم بوده صحبت‌هایی رو انجام داد و نوشت: امشب فاجعه بود. ساعت 8 شب به زندگی می رسیدم و اینکه شام چی بذارم. همسرم خواب بود. مونا بیرون. خانه در سکوت. یهو دیدم سگمون چیلی بد داره پارس میکنه. احساس خطر کردم. در آشپزخونه رو فوراً قفل کردم. بعد دیدم چیلی رفته جلوی در ورودی خونه و بعد عصبانی هستش. رفتم دیدم در پشت شیشه های مات پنجره از پشت یک نفر چسبیده به در. اول فکر کردم شوخی است. گفتم کی هستی؟ هیچی نگفت. هی گفتم تو کی هستی؟ حرف زشتی زد و ناگهان چاقوی از پشت سایه روشن مات پنجره به من نشون داد. گفتم الان زنگ میزنم 110. گفت بزن، ولی حسابتون رو میرسم. لهجه ایرانی نداشت. فورم به نگهبانی شهرک زنگ زدم. رسیدن، ولی طرف فرار کرده بود. اما من رو با چاقو تهدید کرد. این چند وقت مورد دستبرد هم قرار گرفتیم. از گوشی بگیر تا لپتاپ و البته دو تا سنتور با اسم و عکس داریوش مهرجویی و بهرام رادان برای چند سال پیش پروژه سنتوری 2. اینجا اعلام میکنم خرید و فروش این دو سنتور غیر قانونی و دزدی است. اینها هیچ، اما من همسرم داریوش مهرجویی پیشکسوت هنر مملکت آیا باید از طرف یه بیگانه تهدید بشیم با چاقو؟ بعد یه سری میگن نجات پرستی. کمپین تشکیل میدین. دامان شما رو هم خواهد گرفت. از دولت خواهش میکنم به داد ما برسه، چون اینجا در این شهرک هیچکی انگار براش مهم نیست. یعنی کاری از دستشون بر نمیاد. هنوز رنگم عین گچه، اما از پسش بر میام. خب دوستان، این بودش آخرین صحبت‌هایی که همسر داریوش مهرجویی انجام داده بود. قضیه هم برمیگرده به توی حدوداً یک ماه اخیر که قتل‌ها و دزدی‌ها و تجاوزهایی توی مناطق مختلف کشور به خصوص حاشیه تهران، منطقه کردان و مناطق ثروتمند نشین توسط اتباع بیگانه به خصوص افغان‌ها اتفاق افتاده بود. و خب بعد از این جنایات خیلی از مردم کمپین هایی رو تشکیل داده بودن و خواستار بیرون کردن اتباع بیگانه به خصوص افغان ها از کشور شده بودن، که خب از طرف دیگه هم خود این کمپین ها هم با واکنش افرادی که حالا مدعی حقوق بشر هستن همراه بود و گفته بودن که این کار نجات پرستی هستش. ولی خب جدا از همه اینها باید یه ساماندهی و مدیریتی اتباع بیگانه انجام بشن که حالا افرادی که اینجوری مشکل دارن از کشور اخراج بشن. البته که پلیس توی همین ساعت اولی ابراز امیدواری کرده که قاتل یا قاتلین رو خیلی سریع دستگیر میکنه و معرفی به مراجع قضایی میکنه و احتمالا سرنخهایی رو هم از این قضیه به دست آورده. ولی خب خیلی در مورد هویت قاتل و اینکه چه سرنخهایی به دست اومده صحبتی فعلا انجام نشده. شاید زوده و باید یه مقدار منتظر باشیم ببینیم سرنخ‌ها و شواهدی از ماجرا پیدا میشه یا نه. داریوش مهرجویی متولد آذر 1318 بوده که از برجسته‌ترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران شناخته میشه. اون از چهره‌های موج نو سینمای ایران به حساب میاد. این کارگردان سینما در سال 93 جایزه شوالیه ادب و هنر کشور فرانسه رو هم از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد. از مهمترین آثار سینمایی داریوش مهرجویی میتونیم به گاو، آقای هالو، پوسچی، دایره مینا، سنتوری، هامون، لیلا و پری اشاره بکنیم. اون در داخل ایران جوایز جشنواره‌ای زیادی رو تونسته به دست بیاره که چندین سیمرغ جشنواره فجر رو میتونیم بهش اشاره بکنیم.
مرجویی از هنرمندان معترض به سانسور و تحمیل فضای امنیتی به سینمای ایران بود. اون در یه پیام ویدیویی در مورد لغو اکران فیلمش لامینور در یه صحبت‌های انجام داد و گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم. من میام و به همراه دوستانم در وزارت ارشاد تحصن میکنم. میخوام بجنگم. بیایید ببینید چی کار میخواید بکنید. بزنید من رو بکشید. سینه من رو بکشید. ولی من حقم رو از شما میگیرم. داریوش مرجویی با اشاره به توقیف فیلم‌های دیگرش خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد گفته بود که شما به من پروانه نمایش نمیدید. چرا زیر قول خودتون میزنید؟ اصلا شما چه کسانی هستید که فیلم من رو قضاوت کنید و پشت پرده مثل اشباح حکم صادر میکنید؟ هرچند اون بعد از این ویدیویی که حالا خیلی با عصبانیت زیاد منتشرش کرده بود توی ویدیوی دیگه در یه مصاحبه گفت که بعد از اعتراضش در ویدیوی اول محمد رضا شریفی نیا بازیگر بدون اطلاع به خانه‌اش رفت و از اون خواست که متنی رو بخونه. مرجویی شریفی نیا رو بازجوی شیرین زبون خوند. وحید محمدی فر نویسنده فیلمنامه نویس و دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه تهران همسر دوم داریوش مرجویی بود. اون فعالیت سینمایی خودش رو از سال 1375 با بازی در فیلم لیلای داریوش مرجویی آغاز کرده بود. حالا مشخص نیستش که انگیزه قاتل از این جنایتی که انجام داده چی بوده؟ آیا اهداف شخصی بوده، کینه یا دشمنی با داریوش مرجویی داشته یا توسط افراد تندرویی که حالا مخالف داریوش مرجویی بودن این اتفاق افتاده؟ یا هم که مثل خیلی از قتل‌هایی که در طول روز اتفاق می‌افته، سارق اهداف مالی داشته و به قصد سرقت از خونه داریوش مرجویی وارد خونه میشه و بعد هم که با مقاومت داریوش مرجویی همراه میشه اون رو به قتل میرسونه. قطعا پرونده جنایی و پرحاشیه‌ای خواهد بود و حواشی و اتفاقات زیادی رو بعد از اون شاهدش خواهیم بود. خب رفقا حتما نظراتتون رو راجع به صحبتایی که همسر داریوش مرجویی توی آخرین پستش گفته بود برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون آیا واقعا فردی که داریوش مرجویی و همسرش رو به قتل رسونده همون فردی بوده که روزهای قبل هم اونها رو تهدید کرده؟ آیا واقعا از اتباع بیگانه و افغان بوده؟ به نظرتون دوربین های مداربسته محل و خود خونه داریوش مرجویی تصاویری از این قاتل و این کسی که تهدید کرده واقعا نگرفته؟ چرا پلیس رویکردی نداشته نسبت به این قضیه و واکنشی نشون نداده که این فاجعه اتفاق نیفته؟ حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.